خدا دوستان و بینندگان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. امیدوارم که حالتان خوب خوب باشه و روزگار بر میل و دلتان بچرخه. در خدمت شما خوبان قرار داریم و از برنامه ساخت و ساز امروز آمدیم به یک کارگاه یخچال سازی که مریض سرمایش هست و قرار است در این برنامه در این کارگاه یک یخچال قصابی ساخته شود. شما برنامه بیننده باشین که چگونه یک یخچال قصابی و یا در کل یک یخچال چگونه ساخته میشه، چه روند را طی میکنه تا یک یخچال ساخته میشه، از چه مواد درش استفاده میشه و چه مهارت های درش کار برده میشه، این موضوعات شما در این برنامه خواهید دید. برنامه را بیننده باشین تا آخر برنامه با ما باشین و از ساخت یخچال که چگونه ساخته میشه آگاه شید. به نام یاد خدای بزرگ با عرض درود و سلام. قسمی که برای شما گفتیم بخش برشگری تمام شد، این جگه به کمپاس که اندازه دقیق بیایه، به خاطر از اینکه کار ما یک میلیر باید بگیریم، یک میلیر باید در نظر گرفته شه، به کمپاس این را خطکشی میکنیم و بعد مراحل خطکشی ما قچیکری میشه. گوشار به اندازه که ما خواستا خطکشی بدیم این را قچی میکنیم که آماده خم شه که برای خمکاری کنیم. خطکشی تمام شد، میرم به بخش خمکاری. این بخش خمکاری مونه و تمام خمام ها بیشتر 90 درجه بیشتر از اونیه. بله، از چهار طرف از این خم میشه، چون چوکات یخچال استاندارد یخچال است. تا سریع هم بگیریم بیاریم بگذاریم. خب، مراحل بعدی یخچال که بعد از اینکه ما شستی رو زدیم آماده کردیم و بخش که گفتم بدنه های نه که گفتم چسب میخوره، به این حالت چسب میخوره. یک بدنه یخچال که ما 24 ساعت زیر فوم زدیم از هر دو بره و همون تا اساس چسب کرده ای. بعد از این ما ایر مثل چوکات بری غالبی بری بسته میکنیم، آماده میکنیم. خیلی با مدت کمی بسته میشه، اجرا میشه کار از اون یخچال. ما تقریبا دیگه 50% کار پیش رفته، البته کار بدنی و 50% پیش رفته. دیگه 50% کارهایی که مثلا از این به بعد بخش ردیات و ظریفگری و کارهایی میمونه که تحت کاره یخچال. ما بعد از اینکه ما از زیر فوم وردشتیم، ایر سرم کردیم، آماده کردیم، بزدیم چوکات رو براور کردیم، پشت و تمام ورقای که ما به زیر فوم 24 ساعت میزنیم، یک قسمتی بدنه و ای بدنه داخل سقف کف همه اینا عایق همون فومه که میخوره اینا آماده شد و بعد از اینا استاد شد یخچال. آماده شد یخچال که آماده شد قیدای خورد، قیدای از اینکه مثلا اول مگره بخوره، بعد از او هم پشت بسته شه. میایم به قسمت از اینکه دروازه رو معین کنیم. بعض دروازه های هسته که مثلا به بعض یخچال ها ما اندازه خودتر میدهیم نظر به سایزی و این یخچال ها بعض اینا دروازه های کم کلونتره، چون بسته این پیر تهوا و اینا هم که بیرون میشه از اون دروازه بیرون میشه، ما به اساس خود یخچال دروازه را مانند در اندازه های معین میکنیم که دروازه های 60 در 60 میشه 160 میکنه. Thank you.
قسمت بعدی ما که مثلا دروازه معین شد ورقه بخور چوبکاری از اینه، ما البته از چوب خور کار میکنیم. بعض همتون میگن چرا شما پروفیل کار نمیکنیم یا آوان کار نمیکنه؟ آوان به داخل یخچال به هیچ وجه کار نمیشه، پرت هوا داره. یخچال باعث ازی میشه که گوشت یا موادی که داریم مثل لبنیات کسر میکنه، شیرینی خراب میکنه دیگه. معمولا یخچال شیرینی یخچال قصبی گوشت سیاه میکنه. بعد ما از آوان خیلی به اندازه کم استفاده کنیم داخل یخچال، یعنی کوشش کنیم که آوان زیاد استفاده نشه داخل یخچال. ما معمولا همه یخچالا بیشتر نازم چوکات ها اینا چوب خور بسیم. خب بخش بعدی که به حساب یخچال خیلی حساس و مهمه، ما تا حال چوکات ازی تیار کردیم. اگر چوکات ما بدون ازی تیار کنیم دیگه ای گفتیم مردم بگم صندوق شد دیگه. مهمترین چیزی که به یخچال ردیات اینه که بعد ردیات بسته شد، ردیاتی که بسته شد تمام چیز سرد کن ازی توسط همی ردیاته که با قسمت آخری از بخش موتور